آی دکتر مشتبا شکوری سلام سلام میکنم به شما و مردم عزیز ایران ارادتمندم ادامه صحبتمون درباره رنج همینطوره طوره دقیق ببینید بدون مقدمه طولانی امروز این رو بگم که ما میخوایم راجع به راه صحبت کنیم چند جلسه است داریم تحر میکنیم که دنیا رنجه و چیزهای مختلف اما امروز میخوایم با یه مقدمه شروع کنیم بگیم حالا حالا که رنجه چه میشه کرد برای دوام آوردن زنده موندن در این جهان پر از رنج یه چیزی که خوبه با شروع کنیم یه گذری به اسطوره هاست ببینید جوزف کمپل میگه یه نکته جالب تو اسطوره ها اشتراکات اوناست یعنی که ما نگاه کنیم در یک داستانی که مادران در آفریقا برای بچه هاشون میگفتن تا اسطوره که در چین بوده یا در ایران بوده یا در یونان یا در مصر بوده چه وجوه مشترکی وجود داره از این اشتراک ما میتونیم بفهمیم که چه چیز مشترکی در مورد وضعیت انسانی فارغ از جغرافیا وجود داره یه مسئله مهمی که تو اسطوره خیلی تکرار میشه تلاش بشر برای گریختن از رنج برای روئینتنی در مقابل جهان پر از رنج و ناکام میشه مثلا اسطوره آشیل مادرش وقتی میخواد در قد تنش کنه از پاهاش میگیره و او رو داخل اون دیگه مثلا جادویی میکنه اما چون دستش به پاشنش وصل بوده اون قسمت رو این تن نمیشه یا مثلا اسفندیار خودمون که چشمش رو میبنده از این طریق هم از پاده. نکته ما باز در اسطوره های آفریقا این هست اما نکته جالب تو اینا اینه که انگار علا رقم تمام تلاشی که ما میکنیم برای رو این تنی باز حفره باز می‌دونید، خ... میدونید باز باز ایرادی وجود داره و ما نمی میتونیم به اون اطمینان به اون روی این تنی برسیم با این مقدمه شروع کنیم که حالا در این جهانی که علا رقم تمام کوشش ها همچنان ما آسیب پذیریم درش چطور میشه طاقت رو ببینید ما در مورد امید واقع بینانه حرف میزدیم این امید چیه اساسا؟ گفتیم شکلهای مختلفی از امید وجود داره که خوب نیستن مخدرن اساسا امید نیستن یه نوع خوشبینی هن. یه نوع مودن یه نوع حس موهوم. در این اینکه اون امیدی که ما ازش دفاع میکنیم امید واقع بینانه نه حاصل حس و خوشبینی حاصل استدلال و حاصل تلاشه من اگه این امید رو بخوام تعریف کنم تعریفش دو تا وجه داره این امید واقع بینانه مساوی با پذیرندگی به اضافه عمل به عمل ببینید دو وجه خیلی جالب داره که اینا با هم یه جورایی تناقض هم دارن پذیرندگی یعنی گوشودگی نسبت به آنچه که رخ میده و در کنار این گوشودگی که من تلاشم رو باید بکنم وجه عمل خودش رو نشون میده من فکر میکنم آقای صحت بین عمل یعنی با الف به معنی امید و عمل با عین به معنی عمل یه نسبت وسیق و عمیق وجود داره این عمله و این عمل ماست و این کار ماست در جهان که میتونه امید واقع بینانه رو تولید کنه نکته خیلی مهمیه یعنی من میخوام بگم برای رسیدن به اون امید واقع بینانه ما اول باید یک ناامیدی عمیق رو لمس کنیم به اونجا برسیم انتظاراتمون از جهان از دیگران از آدمها از پدیده ها اینها رو تعدیل کنیم بدانیم جهان نسبت به ما بی یا نه اگر تفاوتی هم براش میکنه حکمتی داره که بسیار پیچیده است شاید ما نتونیم درکش کنیم با همه این پذیرندگی حالا ببینیم ما چه امکاناتی برای عمل داریم خب پس یه دفعه دیگه چون خیلی مهمه بپذیریم به صورت واقعی واقعی, واقعی و روشن وضعیتمونو درسته حالا که این وضعیت واقعی ببین این قسمت واقعیشه که هممون یه ذره انگار پامون توش دقیقاً تو همیشه خودمون از جای هستیم یه ذره بالاتر یا میگیم شاید برا ما بشه یا بگیم چه جوری یکی تونست پس ما جای واقعی رو بپذیریم و موقعیت واقعی رو حالا تلاشمون هم بکنیم دقیقاً و حالا رو وجوهی تلاش کنیم که ما واقعاً روش فاعلیت داریم بسیاری از رنج های بشر ناشی از پرداختن به اموریه که واقعا نمیتونه براشون کاری کنه میدونین یادتون باشه فصل گذشته تکنیکی رو گفتیم به نام ACT Acceptance and Commitment Therapy درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش گفتیم توی این درمان ما یه کار خیلی ساده میکنیم دو تا ستون میکشیم توی ستون رنجایی رو مینویسیم که میتونیم درستش کنیم توی رابطه عاطفی مشکل داریم ولی زنده ایم ولی هنوز هستیم میتونیم کار کنیم براش که حل شه اما رنجایی وجود داره در جهان که ما نمیتونیم براش کاری کنیم تو اون ستون هم اونها رو مینویسیم و یک خط میکشیم یک تفکیک انجام میدیم بین رنج هایی که میتونیم به جنگیم درستش کنیم و بین رنج هایی که نمیتونیم براش کاری بکنیم یادتون باشه من دیالوگی از فیلم دیوید فینچر هفت میگفتم میگفتم آخرش مورگان فیرمن اونجا میگفت بعضی ها میگن دنیا جای خوبیه ارزش جنگیدن داره اما من فقط با قسمت دوم این جمله موافقم یعنی دنیا جای بدیه اما ارزش جنگیدن داره یه بار دیگه اینو مدل کنیم تو تعریف ما از امید پذیرندگی به اضافه عمل دنیا جای بدیه اما ارزش جنگیدن داره ببینید تو همین نکته باز وایسی آقای سعد نکته مهم اینه من آدمهایی رو میبینم مثلا بعد از پایانه رابطه عاطفی مثل طلاق بعد از سوک که تجربه میکنن چیزی که بیش از دلتنگی عذابشون میده و رنجشون میده این حسه که اون عمل رو به اندازه کافی انجام ندادن منظورم تو اون رابطه عاطفی که این رابطه شانس داشته هزار راه نرفته وجود داشته برای احیاش نرفتن این حسرت ها بیشترین رنج رو اعمال میکنه من میگم فارغ از نتیجه فارغ از اینکه چه اتفاقی میفته اینکه چقدر مؤثره آن چیزی که به عهده ماست باید کاملا محقق بشه میدونید یه استعاره میگفتم از ایستادن روی نوک پا جایی که دستهامون رو میکشیم رو نوک انگشتامون وای میسیم و هر چقدر میشه خودمون رو به سمت بالا میکشیم برای اینکه دستمون برسه به آرزوهامون اگر رسید که عالیه اگر نرسید در پایان بتونیم به خودمون بگیم این همه قد من بوده میدونیم من رو نوک انگشتام پرواز بر پرواز آشیانه فاخته که دیوان از قفس پریدن که شاهکار که فیلمش هم میلوش فورمن ساخت و جک نیکلسون بازی میکنه هم فیلم شاهکاره هم کتاب, هم کتاب شاهکار. واقعا دقیقی. کتاب شاهکاره یه جایی هست که مک مورفی قهرمان داستان درست. ادعا میکنه که من میتونم از اینجا از این آسایشگاه فرار, کنم بهش میگن چه جوری یه کنیدست. بزرگیاره بزرگی آره میگه که من اینو بلندش میکنم میزنم تو شیشه خورد میشه و میرم دقیقه. یه چیز مثلا نیمتونی تونی یه تونی ایناست بقیه میگن مگه میشه مک میگه من میتونم میگن بکن ببینیم مک میره لباسش در میره و زیر این آب سرد کنه زور میزنه زور میزنه زور میزنه زور میزنه زور میزنه زور میزنه زور, می زور و نمیشه بلند میشه میگه به بقیه میگه ولی من تلاشمو کردم و این درسته که مک نمیتونه ولی در انتها اون سرخ این کار میکنه و رمز موفقیت میشه این خیلی تاثیرگذاره گذاره این جمله ولی من تلاش همو کردم, کردم. آدم دیگه خیالش را دقیقا چقدر این جمله گرونه من میخوام از بیننده ها بپرسم آیا این همه قد شماست تو هر رنجی که هستن سوال سختی ها هر چیزی که داره مثل خوره روشون رو می اذیتشون میکنه آیا رونو که انگشتاشون ایستادن تو همین فیلم خیلی جالب دیوان است یه سکانسی وجود داره میخوان یه مسابقه ببین یه مسابقه ورزشی خب اون خانم یه جورایی نماد جهانه خارج از اختیار ما خارج از توان و قدرت ما به ما چیزهایی رو اعمال میکنه یکی از بهترین شخصیت های بد تاریخ اون پرستان تلویزیون هم خام... و اجازه نمیده. رای میگیرن همه میگن آقا ما میخوایم ببینیم و او یه جوری خلاصه تقلب میکنه نمیبینن و اینجا جک نیکرسون به یه تلویزیون خالی خیره میشه و جوری گزارش میکنه با همه وجود و جوری با همه توان میگه کی به کی که همه جمع تلویزی میشن تلویزی و تو لحظه فوق العاده ای که انگار گل مثلا یا موفقیتی رخ میده همه از عمق جان فریاد میکشن خوندن خب این همون... کتاب و دیدن این فیلم واقعا به بیننده همون پیشنهاد البته چه پایان

چه پایان تخت. بعد از اینکه میارن توی بخش و حال نمیخوایم ولی, امیدوار. ولی امیدوار کننده بخش. و قطعا ما ماجرا با, با سرخپوست ادامه پیدا میکنه وقتی میکنه و میره و الهام بخشش عمل مکمورفی یا جک نیکلسون باز از اینجا ادامه چقدر خوب که شما اینو گفتید ببین آقای درد درد جسمی یه جورایی بازخوردی که جسم از اوضاع به ما میده مثلا اگر من آتشی یا خطری چیزی رو لمس میکنم با درد به آگاهی من پیام میده که این خطرناکه این تهدید کننده است همینقدر موثره و مهمه که ما به رنج های روحی هم بپردازیم و اینجوری ببینیمش دیدن رنج ها میتونه به ما بازخورد بده از اوزا اگر رنجی رو میکشیم تمرکز روش حلاجی این رنج که ایراد در کجاست میدونید مثلا گاهی رنج های ما ناشی از انتظارات ما از افراد یا جهانه میدونید بر اون تکرار میشه پر از گلایه‌یم، پر از میدونید پر از دردیم که چرا آدم ها میدونید چرا درکمون نمیکنن چرا به اندازه کافی با ما خوب و ولی یه جا باید متوقف کنیم تو فلسفه بهش میگن باند ری سیچویشن یعنی موقعیت مرزی یه جایی که ما از مرکز جهان به خاطر رنج پرتاب میشیم به لبه جهان جایی که انگار داریم سقوط میکنیم میگن این موقعیت های مرزی بهترین جا برای حلاجی کردن خودمون رنج هامون و اتفاقاتمونه اگر بیننده برنامه ما رو میبینه و رنجی داره داره عذابش میده یه راه خیلی مهم اینجا اینه که همین رو توی این موقعیت مرزی دردناک حلاجی کنه یعنی به خودش بگی خب چرا این رنج تولید میشه من چقدر فاعلیت دارم درستش کنم آیا جز, جز رنج هایی که من میتونم به جنگم حلش کنم یا نه جز دست رنج هایی که من باید بپذیرمش دست از تقلا کردن بردارم و اون وقت میدونی اون وقت به آرامش برسم تو همین ACT که گفتیم دو تا ستون داره یه امید خیلی واقعی وجود داره میدونین چیه اینکه وقتی آدمون مینویسن رنجایی که میتونن تغییر بدن و رنجایی که نمیتونن یه چیز جالب میبینن اینکه ستون جنگجو ستون تعهد چقدر طولانی تر از ستون اندوهگینه یعنی وقتی می نویسیم تازه میفهمیم و حتی اگر اون فاعلیت به اندازه خیلی 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 اندک باشه من دوستی دارم پدرش رو از دست داده بود مادرش هم اسیر بیماری شده بود و آرام آرام جلوش داشت ذره ذره آب می شد می دونید؟ واقعا توی تقلایی بود که چرا من ما گاهی تو رنج شخصی سازی می کنیم سوال مهم اونی که تو این جهان چرا من می و این خشمه تو همین موقعیت مرزی دردناک وقتی بر لبه جهان در آستانه سقوط قرار داشت شروع کرد به فکر کردن به این موقعیت این ستونا رو نوشت و بعد به این فکر کرد که من نمیتونم بیماری مادرم رو درمان کنم دکترها گفتن علم پزشکی نمیتونه کاری براش کن اما من کلی کار دیگه هست که میتونم انجام بدم من میتونم بیشتر رو بغل کنم میدونی ما دو تای سفر نرفتیم میتونیم با هم بریم من میتونم هر روز ببینمش علی رغم همه مشغله ها ببین آقای سعد چقدر زیستن چیز دردناکیه گاهی تنها رگه هایی از عمل برای ما باقی میمونه همین چیزهای کوچکه ولی بله همین چیزهای کوچکه هم خوبه دوست من مادرش فوت کرد لباس مشکی پوشید دلتنگی همه این چیزهایی که تو سوک هست اما وقتی بغلش کردم تسلیت بش بگم به من گفت مشتبا من جوک و تا آخر گفتم من هر کاری که میتونستم که من،, من مادرم تو یه سال آخر دیدم علا رقم همه مشق من کیف کردم باش حذف کردم چیزایی رو گفتیم که هرگز نگفته بودیم میدونین من میخوام بگم رنج سنگ خاراس با رگه های باریکی از طلا این تکنیک کمک میکنه ما اون اندک رگه ها رو هم استخراج کنیم ما اصاره عمل رو بتونیم استخراج کنیم یه بار دیگه تعریف من از امید واقع بینانه رو بگم امید واقع بینانه مساوی پذیرندگی به اضافه عمل پذیرندگی خیلی خیلی, خیلی مهم. به اضافه عمل و اینکه من کارم رو انجام میدم من هر چقدر میتونم ولی این گشودگی رو نسبت به جهان دارم که چیزهای زیادی در دنیا هست که من نمیدانم و من نمیتونم کنترلشون کنم ببینید خیلی. اگه به اینجا برسیم آیا تو یه فقط کاری میخوام بکنم کار خوبه چند وقتی که تو فکرم که یه کاغذی تو یه فرصتی با یک ماه فکر خب ده تا کار مهمی رو که دوست دارم اگر فرصتی بود قبل از مرگم انجام بدم بنویسم ایشاله که سلامت بشه و اینا رو یواش تا جایی که میتونم رو... آره میتونم تیک بزنم آه. که بعد بگم این کار مهمایی که میخواستم دو تاش، سه تاش، چهار تاش،, تاش، ده تاش تیک خورد و آماده تر باشم چقدر جالب اینجا یه نکته بگم که خیلی حرف شما منو به اونجا رسون اونم انزباته آقای سهر ببینید عمل چیزی که محققش میکنه انضباط شخصی ماست یعنی منظورم اینه تو همین لیست شما که ده تا مورد وجود داره تنها چیزی که باعث میشه این لیست محقق شه تعهد شما و انضباط شخصی شماست برای انجام دادن کارهایی که کوچکن اما هر روز تکرار میشن میدونید خیلی از ما گرفتاریم شغل، تحصیل، زندگی، خونوادگی و گرفت... گرفتاری های دیگر جهان من میخوام بگم شاید ما وقت نکنیم بر اون کارهای مورد علاقه که به اون حال خوبی میده مثلا یک ساعت در روز وقت بده. اما اگه ده دقیقه هم میتونیم خوبه و تکرار اون ده دقیقه ها شاید بتونه به ما میده یه نتیجه یه میدید کمکمون کنه میگن اگه یه کاغذ رو پنجا بار تا کنیم یه بار خوب دو بار سه بار چهار بار اگر پنجا بار تا کنیم زخامتش میشه 960 میلیون کیلومتر دو به توان پنجاه دی عدد بزرگیه با تکرارشه که به همچین زخامتی میرسه این قدرت انجام دادن کارهای کوچکه باز همون امید واقع بینانه است گاهی وقتا ما امید داریم یه وقت زیادی از ما آزاد شه که اون کارهایی که دوست داریم انجام من میخوام بگم خبر بد اینه که اون روز نخواهد رسید اون شنبه جادویی که همه این میدونید گرفتاری ها حل شه و من بپردازم نخواهد اومد قدر همین ده دقیقه ها رو بدونیم انگلیسی ها میگن مواظب دقیقه هات باش ساعتات میتونن مواظب خودشون باشن میدونید باز امید واقع بینان است پذیرندگی من نسبت به شرایطم مشغله هام و عمل حتی اگر به اندازه ده دقیقه میتونه باشه یه بار اینجوری ببینیم ما حالا باز ادامه میدیم من دوست تموم شد درسته بلد. آره دیگه شما از چشمای من میفهمیم این دقایقی که با هم بودیم عالی بود برای منم خیلی لذت بود که من قدرش میدونم و فکر می کنم مواظبش بودم من خیلی از, از شما یاد گرفتم من جلسه نه. بعد میخوام یه سوال مهمم از شما بپرسم میخواستم الان ولی میپرسم و ان به اون سوال باز ادامه میدیم علل حساب به امید واقع بینانه فکر کنیم به امید اینکه واقع بینانه فکر کنیم امیدوارم سوال شما هم سخت نباشه نه. خیلی خیلی, <تصفح> خیلی ممنونم که منو دعوت و خدا نگهدار شما خدا نگهدار